بیننده های عزیز سلام، امیدوار هستم حالتان خوب باشد. من ولی محمدی هستم و شما بیننده کانال MVTV هستید. در این برنامه بالای سه موضوع صحبت میکنیم. عیسوی شدن هنرمند موفق کشور ما آقای شرافت پروانی و شخصی که مرزبان پاکستانی را مستقیم به قتل رساند و این موضوع باعث درگیری بین مرزبانان افغان و پاکستانی شد و همچنان درباره آقای احمدی انجینر موفق کشور ما که یک موتر مدرنی که میتونیم موتر او را با فراری یا بوگاتی چنین موترهای مقایسه بکنیم صحبت میکنیم. از آقای شرافت پروانی شروع میکنیم. شما لطف کنین بیاین همین ویدیوی را که اینجا ما برای شما میمانیم با دقت ببینین. کتاب از اینا را من خریداری کردم و بعضی آهنگا را از روی کتابشان زمزمه می کردم و می خواندم و در هنرمندای محلی استاد امانی را می شنیدم و استاد بلتون را می شنیدم و بالاخره آهسته 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 خودم آمدم تمیز قصه هنرمندی دیگه تا فعلا برماندیم و بسیار خوشحال هستم. خداوند است. خب دوستان عزیز، ویدیویی را که شما دیدین یک برادر افغان ماست که به عیسی مسیح احترام میگذاره. این یک احترام گذاشتن زمانی که عیسوی ها از پیش روی کلیسا تیر میشن یا رد میشن عبور میکنن، به کلیسا چنین احترامی را میکنه، به آدرس عیسی مسیح پیامبری که در اسلام هم نامش آمده و همه ما و شما قبولش داریم پیامبر ماست. این شخص شباهت بسیار زیادی به آقای شرافت پروانی داره، اما متاسفانه یک تعداد از هموطنان ما این شخص را ویدیوهایشان را دست به دست میکنن و میگن که شرافت پروانی در کشور امریکا عیسوی شده. ببینین، حقیقت ای است که این شرافت پروانی نیست و فقط یک شباهت با آقای شرافت پروانی داره که خود آقای پروانی هم ایران مانده که چنین شخصی هم وجود داره که واقعا شباهت زیادی با آقای شرافت پروانی داره. در کل ما افغان ها متاسفانه همیشه شخصیت کش بودیم و یک شخصی که به یک جای خود میرسونه تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که به یک نحو بدنامش بسازیم و در این کار متاسفانه بدون اینکه یک تعداد از هموطنان ما توجه کنند که این شرافت پروانی نیست، فقط یک چهره ای است که شباهت به شرافت پروانی داره، همه دش نام دادن و گفتن که آی از امی افغانستان عیسوی بودی، آدم پست رزیل و دلاک و دنبوره باز و چی و چی هزار نام سرش ماندن، در صورتی که آقای شرافت پروانی یک محلی خان کشور ماست و یک هنرمند واقعا موفق بوده، برای افغانستان، برای موسیقی افغانستان خدمت کرده، کار کرده و همین اشخاص باعث شدند که افغانستان را آقای شرافت پروانی ترک بکنه. زمانی که امارت اسلامی آمد، اشخاص مانند آقای شرافت پروانی دیگه در افغانستان جایی نداشتن و افغانستان را ترک کردن. حالا اگر آقای شرافت پروانی عیسوی هم شده باشن، او برادر، به شما چی که می این ویدیویشان را دست به دست میکنین و میگین که شرافت پروانی عیسوی شده؟ قسمی که میگه عیسی به دین خود، موسی به دین خود و اینجا در اسلام میگه که لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست، هر کس به هر راهی که رفت میتونه بره. خب اینا اشخاصی هستن که متاسفانه از هیچ چیزی آگاهی ندارن، اشخاصی که مغزشان پوکیده و غیر از اینکه دنبال چیزهای منفی میگردن و شخصیت کشی میکنن، هموطن کشی میکنن، افغان برادر کشی میکنن، دیگه هیچ چیزی را یاد نداره. از این موضوع میگذریم. خب برای شما مشخص شد که بسیار مهم بوده که یک تعدادی از هموطنان ما که نا انسانهای فهمیده هستند
اینا هم گل خورده بودن، چرا که شباهت زیادی به شرافت پروانی داشتی شخص که گویا شرافت پروانی واقعا عیسوی شده. اول قسمی که گفتم مثلا به ما و شما مربوط نیست. دوم این که شرافت پروانی عیسوی نشده و خودش هم از این ویدیویی که از این شخص دیده متعجب شده. میریم بالای مرزبان پاکستانی صحبت میکنیم. من بازم یک ویدیو را اینجا برای شما میمانم، شما لطف کنین این ویدیو را با دقت ببینین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورونو ده هغه افغان د سپین بولدک پر دروازه باندې یو څو ورځې مخته جنگ وکړ، اوس راځو خپله له ده سه پوښتنې کوو. السلام علیکم محترم بلال صاحب، کومه ورځ تاسو د سپین بولدک پر دروازه باندې جنگ وکړ؟ په دې اړه که اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي، نو څه جنگ پر څه باندې و، ولې و جنگ؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نا هر څه نه مخکې و ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې ټول هیوادوال به جوړ او روغ وي، د صحت په جامه کې وپټ شي. د دې جنګ په اړه به معلومات درکړم. دا جنګ ما وکړي په دغه خاطر مې وکړي چې کله پاکستاني پنجابیانو له افغان مهاجرو او د افغان مسافرو او له مظلوم افغانانو سره زور زیاتی او ظلم زیاد شروع کوي، حتی داسې ظلمونه یې وکړو چې زموږ ستاسې افغانو خوندو ته یې په بېعزتي سترګې آفرین. خب دوستان عزیز، شما این شخص را دیدین که در ویدیوی خود میگه که ما مرزبان پاکستانی را به قتل رساندم و ما مستقیم با پنجابی های پاکستانی دشمنی دارم و جنگ خود را علیه آنها آغاز کردم و از دیگر افغان ها و همچنان پشتون های او طرف دیورند هم یه خواهش هم میکنم که برپا بخیزن و علیه پنجاب بجنگن. خب این یکی از اساکر امارت اسلامی ممکن است که باشه یا یک شخص نرمال، اما مشخصا معلوم میشه که از اماراتی ها هست، چرا که وقتی که همین شخص سر مرز افغانستان و پاکستان زیر همین چادر یا پتویی که بر تن داشت یک تفنگچه را مخفی کرده بود و وقتی که مرزبان پاکستانی برش نزدیک شد تفنگچه را کشید زد و مرزبان پاکستانی را از بین برد. دلیل این کارش را این شخص میگه که مرزبان پاکستانی به افغان ها و بالخصوص به خانم های افغان بسیار زیاد توهین کرد و خانم های افغان را بدرد گفت سر مرز. همی دلیلش بوده که مرزبان پاکستانی را به قتل رساند. حالا یک تعدادم از این ویدیو گرفتن در شبکه های اجتماعی گذاشتن که من افتخار میکنم از این که مرزبان پاکستانی را کشتم و این جای تاسف است. چرا؟ چون ما و شما افغان ها متاسفانه همیشه منفی بین و منفی نگر و جنگ دوست هستیم. حالا این شخص چه گلی را کاشته در افغانستان برای ما و شما افغان ها؟ یک مرزبان پاکستانی را کشته قبل از اینکه به این فکر بکنه که چرا مرزبان پاکستانی مجبور به این شده که به زنای افغان توهین بکنه. چه چیزی عامل این اتفاق است؟ چه چیزی عامل ای است باعث از این شده که زنای افغانستان از افغانستان برن در پاکستان خود تداوی بکنن؟ میرن مرزبانای پاکستانی رو میکوشه. این شرم‌آور است، این خجالت آور است، این افتخار نیست برای ما و شما، چرا که ما وقتی که امیر المومنین ما در مکاتب بروی دخترها بسته، وقتی که امیر المومنین ما طالبای ما در پارکار بروی دخترها بسته، خانمها بسته و هزار یک قیودات دیگه را که همه ما شما آگاه هستیم آورده، همین باعث بیسوادی شده و همین باعث از این شده که زنای افغان وقتی که مریض میشن برن اتفاقا همان دکتر پنجابی که به قول این برادر ما امو پنجابی سیاه و چرک و چتل تداویشان کنه. پس اینجا ما شما خود ما ملامت هستیم. حالا معلوم شود که طالبان اسامه بن لادن را به امریکا که یک تروریست بود تحویل نداد. ببینیم که این شخص را به پاکستان تحویل میده یا نه. اگر این شخص را به پاکستان تحویل داد واقعا این شرم‌آور است، چرا که اسامه بن لادن که اگر عرب بود به خاطرش کشور را گرفت تکه پارچه کرد
و به خاطر ای که یک افغان است این کار کرده ببینیم که باز چی میشه. در صورتی که این شخص ملامت است و باید مجازات شود. حالا اگر مجازات قرار شود در کشور خودش شود، اما به پاکستان این را نباید بده. چرا که باعث آبروریزی میشه و این شخص هم خودش یک بیسواد و یک شخص بیسواد دیگه ازش ویدیو گرفته به جایی که مخفی شود در شبکه های اجتماعی گذاشته و نمبر تلفنش هم هنوز به مردم میده که من اینی ادرسم هسته. از این موضوع میگذاریم. کسی که برای کشور ما افتخار آورده این شخص نبوده که یک پاکستانی را به قتل رسانده سر مرز. اینی برادر ما رضا احمدی، اگر نامش را اشتباه تلفظ نکنم، آقای احمدی است که یک موتر را ساخته که ما شما را میتونه به جهانیان از افغانستان یک تصویر بوگاتی و فراری یک مدرن نشان میده. شما ببینید همین ویدیو را کوتاه ببینید. Today I'm going to introduce you the project that is the product of the TVET and the Innovation Center of Afghanistan, and this is the car that has been very well known, and Mr. Rezam Ahmadi will introduce you the car. Thank you. My name is Mohammad Rezam Ahmadi, and I'm CEO of the Entop Studio. We are working on this prototype for 5 years. After 5 years, we are here. During 2 weeks from now, we will complete this prototype, and we will apply for the Car Qatar exhibition in Doha City. And this is 4 minutes. خب دوستان عزیز، شما ویدیو را دیدین که ای برادر ما یک انجینر افغان است در داخل افغانستان چنین موتر لوکسی را ساخته و قرار است که در نمایش موتر قطر به نمایش بگذاره و ای شما فکر کنین که چی یک تصویر زیبای از افغانستان به جهانیان نشان میده. از طرف دیگه یک شخص میره یک مرزبان پاکستانی را به خاطر اینکه واقعیت گفته، یعنی مرزبان پاکستانی برش گفته که ما ملا برادر شما را به زندان انداخته بودیم و امیرالمؤمنین شما در مکاتب برای دخترها بسته و خانمهایتان را میارین به پاکستان اینجا تداوی میکنین و سر از این بد خورده و رفته او را کشته. چرا کشته؟ چرا نمیره امیرالمؤمنینش سرش صحبت نمیکنه، سرش انتقاد نمیکنه که امیرالمؤمنینش باعث بسته ماندن در مکاتب شده؟ پس این برادر ما افتخار افغانستان است که برای افغانستان یک موتر را ساخته که غیر قابل باور است که این موتر در افغانستان و توسط یک برادر افغان ما ساخته شده باشه. و یادتان نره که همین آقای احمدی یک برادر هزاره ماست و در پهلویش و شخص دیگه ای که بوده که به همکاری همدیگه ساخته یک برادر پشتون ماست. یعنی پشتون و هزاره دست یکی کده چنین موتر را ساخته و یکی مثل از این برادر ما میره در مرز پاکستان عساکر پاکستانی را به قتل میرسانه. باز افتخار را میکنه. برس برای دوستان عزیز، شما میتونید نظریات خودتان را داشته باشین. ممنون که بیننده برنامه بدین.